بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. من فیروز احمد ولی‌زاده هستم، در خدمت شما قرار دارم و در یکی دیگر از برنامه های خیریه بنیاد خیریه رحمت. امروز 20 ماه مبارک رمضان هست و ما در قریه ترکان در قریه ترکان موقعیت داریم و این برنامه در اینجا ثبت میشه. آمدیم به دیدن یک خانواده ای که قبلا توسط تیم سروی بنیاد خیری رحمت سروی شده بودن و امروز هم آمدیم خدمت از اینا و در این برنامه مقدار افطاری آوردن، مواد و لوازم افطاری خریداری کردیم آوردن تقدیم خانواده میکنن که انشالله موقع افطار نوش جان بکنن. و همچنان این برنامه با همکاری مالی جناب آقای سید ذکریای عطایی تقدیم شما میشه. جای داره که از برادر خیر خود تشکری بکنین که همکار مالی این برنامه شدن و این خانواده را تحت پوشش خود قرار دادن. بیشتر صحبت میکنیم با بزرگ این خانه و ما از اینا پرسان میکنم که چی حال دارین برادر؟ خوبین؟ خوبین، تیاره شما؟ سعدمندین انشالله، بخیرین؟ بله، خوش آمده که تقدیم کنیم خانه خریبانه. زنده باشین، خانه پادشاهیه. زنده باشین، با عزت باشین. از پا شما مشکل داره چی رقم؟ مریض دیر پا ما خواهده برادر. خوب، 6 نفر خشغاره. ما کارگرم اینا منو که روز ساعتی به کار میکنم، این خانه می جا میرم همین روزگار ما بشرد. اگه چیزی آیدار چی کار میکنین روز ساعت رو پی چی کار میکنین؟ همین مستیر خونه همین جا شاگردی میکنم پیش یک مسلمان گو بیا که روز ساعتی به تو میدونم همین جا پیش ما باشه که ساعت به تو همی کری چی کار کنم. همین ده تا نام استرام اینو میخورم همین جا میارم خونه. به 6 نفر اعضای خانواده و روزانه 100 افغانی عواید فقط به قول از اینا همون 10 دانه نان خشک میشه. درسته؟ خب دیگه ایت کدام وقتی که یک نیاز چیزی داشته باشین، طبعا بحث خانداریه، مصارف بیماری و ایگه پای اینا چی کار میکنه؟ وقتی بیده که همه مواش دولت بید با ما میده در کال قد شده چی نمیده همه چی نیه اونا بید از روزگزاران ما میده. چی لازم برای شما دولت مواش میده؟ از شهده ها مروجه میده برای ما مواش میده. خب بازور قش اول قش تو فلان دیره بگش قش شد به چیز نیست همیشه این پارکینا ای بود دست اومد پارکینا ولی نو اومدم بس اون از مو هیچ چیز نیست خود اینا خانه از خود شمونه ولی اپ یار بنا همیت از پدر شما میرسیه. خب چی رقم از وضعیت زندگی کمی بیشتر صحبت کنین؟ البته کلی صحبت کردین، بمو بگین که چگونه تیر میکنین زندگی خود در شب و روزهای ماه مبارک رمضان؟ حالا همیتا مشکلات هم این مشکلات تیر میکنن چکار کنیم دکه؟ چی مشکلات زیادتر دارین؟ چیزی نیه مثلا از اینه بخوردم، چیزی نیه بپوشه، چیزی نیه فریشو نیه چکار اما ولی 23,000 هم خرص کردم بخوردم همیتا یک دختر خوری دارم ناجوره مثلا از اینه انوی کدار کردیم تنه. چی مریضی داره دختر شما؟ کلی های چیز بیزردی پیدا بیرو کرد و سنم اینا رو صف کردم برای او کلی های با سنگ داره نمیده. خداوند شفای بده. خداوند شفای بده. انشاءالله که همه مشکلات خداوند حل بکنه. سلامت باش. بعزت باشین و تو خوبی؟ بله. صحت مند انشاءالله. خیلی خوبه. اسم تو چیه رفیق؟ فرامرز. چند ساله ای رفیق؟ 12. بله. مکتبم میری؟ بله. مسجدم میری؟ بله. چی میخونی رفیق؟ 5 کتاب میخونی؟ بله. خب آقای فرامرز، تالیت چیزی هم بوشده که از بابا خو خواسته بشی و اینا به تو نتنم بگیرم؟ بعض وقتا بوشده، بعض وقتا. خب مثلا یک همی آخرین باری که از بابا خو خواستی بری تو مثلا چی گفتی بریم چی بگیریم؟ باز اینو گفتم من پول ندارم نمیتونم بگیرم. مایک آخرین بار چی رقم بود؟ باز که گفتم بسونه گفتم مالک پیل نیه با تا پیل پیدار. خب یعنی بایسکل خوشتری داشته باشی؟ بله. چرا بایسکل مایی چی کار کنی؟ خوستی میرم مکتب دیره. مکتب تو دوره؟ بله. خب کبه اینجا رفق پیش می بیشتر اینجا بیشین حالا نزدیک صحبت میکنیم. آقای فرامرز میگه که دوست دارم یک بایسکل داشته باشم تا که توسط از او بایسکل
به کجا گفتی مایی بری؟ به مکتب. مکتب میری؟ بله. صنف چند دیرفه؟ صنف پنج. صنف پنج؟ بله. خب چی رقم با اسکیلی مایی با؟ هر تو چیزی بستونم. هر تو چیزی بستونم؟ بله. فقط با اسکیل باشه. دیگه من رفقات اینو با اسکیل دارم یا نه؟ بله. کی داره دیگه؟ کنو منار بگیر کی هایم؟ سمی میلاد. سمیم و میلاد دارم؟ بله. تو نداری؟ بله. دوست داری که تم دشته بشی؟ بله. بله دوستان عزیز، فرامرز جان میخواه که از بابا خو یک بایسکل تقاضا کرده بریم بگیری، ولی اینو هم به خاطر مشکلات اقتصادی نتونستن که این خواست آقای فرامرز جان را برآورده بکنن و واقعا هم سخته. این پدر کدام قسمتی از خانواده رو بگیره؟ این پدر به کجای این خانواده کمک بکنه؟ با روز 100 افغانی کار کردن 6 نفر از آی خانواده و چیکار قراره که چیکار بشه؟ با اسکیل به فرامرز بگیره، خواهر بیمار فرامرز تداوی بکنه این پدر جان، قرضداری رو بشه، بیمارداری رو بشه، مصارف گزاف خانواده را بشه. 30 روز تمام تلاش میکنن کاکا جان، زحمت میکشن در بدل 3000 افغانی. این 3000 افغانی چه میشه؟ شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین، چه خوب است که بین دستگیر این خانواده بشین. دیگه برادر ما یار محمد جان، دیگه عشق نریزن، دیگه اینا دغدغه زیر نداشته باشن که قرضدار هستن، دغدغه زیر نداشته باشن که این فرامرز از اونا یک بایسکل خواسته، به خاطر چی که دوستای همسن سال ازی دارن. دیگه فرامرز هم دوست داره که در کنار همسن سالهای خود یک بایسکل داشته باشه تا ای که بره به مکتب و بیایه و احساس خوشی داشته باشه. خداوند هیچ پدری ره در مقابل اولادها از اینو کم نیاره. دعا بکنین که همیشه همه پدرها زنده و صحیح و سلامت باشن و همیشه مقدار پول پسندازی داشته باشن تا ای که اعضای خانواده برای از اونو میگن که شما اگر این کار رو برای ما بکنین، فلان چیز رو بخرین، به زبان از اونو نه نباشه و برن امو آرزوهای خانواده خود در حد توان خوب برآورده بکنن. متاسفانه در شرایطی که ما زندگی میکنین هستن افرادی هم که 3000 افغانی که عواید یک ماهه آقای یار محمد جانه، این 3000 افغانی فقط میرن به یک رستوران مصرف میکنن، پس بیرون میشن یک وعده غذایی از اونها هست. چه خوب است که پیشنهاد من برای دوستان که ثروتمند هستن، از لازم مادی کمی دارا هستن، چه خوب است که به در کنار خانواده ها قرار بگیرن و ثروت خود را تقسیم بکنن با اینها تا ای که همه با آرزوی خود برسن و دیگه هیچ مشکلی ما نداشته باشیم. دیگه فرامرز اشکی نریزه و پدر فرامرز هم همیشه خوشحال باشه. بیشتر من صحبت نمی کنم آقای یار محمد جان، درد و دلها زیاده. دیگه به هر حال ما اینا را آوردن خدمت شما و به مقدار 4500 افغانی پول نقدم تقدیم شما میکنیم از طرف جناب آقای سید ذکری و عطایی. یک شماری هم بکنیم. بله تشکر از شما. چند شد اینا؟ 4500. 4500. انشالله که به بیغمی و بیدردی اینا رو استفاده بکنین، حتی اقل گرهی از مشکلات شما باز بشه. تشکر از اینا که همین قسمت رو کردم، هم تشکر از شما که زحمت کشیدین و همین موقعیت ما اومدین. تشکر از شما خالص. زنده باشین، با عزت باشین و سلامت باشین. و دوستان عزیز ما رو همراهی کنین، برنامه ادامه داره و قرار یک جای دیگه هم برین و دیدن یک مادر کلان قراره برین. ما رو همراهی کنین.
بله دوستان عزیز بیننده، اومدین به دیدار مادرجان. مادرجانی که اینا فقط با تنها با ای پیرزار پیرمرد دو نفر هستن و پیرمرد از اینا رفته بیرون، گفتم خوبه که ما اومدین، پس اینا رو هم تقدیم از اینا بکنین و باز کمی صحبت کنیم و پیام از اینا رو بگیریم و بریم انشالله. البته نا گفته نمونه که بخش دوم برنامه که شما بیننده هستین، همکار این برنامه، همکار مالی این برنامه خانم روبینا هستن، خواهر خیر ما خانم روبینا هستن که مادرجان تحت پوشش قرار دادن و برای از اینا مقدار پول نقد هم فرستادن و ای افطاری ها هم گفتم بگیرین و ببرین به دیدار مادرجان. چیل دارین؟ خوبین؟ خوبین، تیارین. سطمندین؟ خوب تیارم یا نی؟ تیارین دیگه میده، تلوالی هست، سرپنی هست. خوب، ناجور خسته کنی؟ نه. خوب، اشتن پیرمرد شما؟ پیرمرد ما میده، میره با کار میره میده، روزا میره میگرده. کارم بگیر با میای یا نی؟ گاهی وقتی اگه بگیر یا میای نه. میتونه کار بکنه پیرمرد شما؟ کار کرده که یاری نمیتونه. خب پس چه کار میکنه بیرون؟ در جبر اگه میتونه میره بدار میشه. چیز میدیم مردم مستاد بنا مستا باشه دست خدا رو میکنه هر چیز میدیم. بسیار میدن؟ خب باز چی رقم زندگی شما دو نفر هم هستیم و بمی خونه که زندگی میکنه؟ دی خونه با دست بوده، یکی نه یکی به زیر خونی پینه. زیر زمینی. مزده میمون هم برای شما میای یا نمیای؟ میای، دکتر داره میای. خب چه تا دکتر داره؟ بیشتر برای شما میمون میای یا خود شما میمون میره؟ میمون میایم، با اینا میمون میایم و ما میریم سرا اینا. خب نونه مارونا میخورم و ما نونه اینا میخورم. خب فقط ایچه نمیگذاریم بالینا نونه او بمونه دیگه. میریم دیگه زودی نه؟ زود نبریم خدا اینا نبسته کن. خب چند سال هستیم بی بی جان؟ من 50 ساله خواه بودم. بیشتریم 50 کوال هنه میرویس جان تصویر بردار ما مال 50 ساله یه. من میگم شاید شما 100 باشه، نیم 100. بچه اول بریم ببینه. خب دقیقی دختر دار برد اینه تا پونسه. اینا دیگه هم سیوا از شما زندگی میکنن؟ ها دیگه اینا سیوا یاد نگه شما سیوا. خیلی خوبه. خب بالاخره دیگه خوش باشین مادر جان، به هر جا که هستین صحتمند باشین، خوش باشین و دعا بکنین. دوستان عزیز، ما کمک ها را تقدیم مادر جان میکنین. یکی از خواهرای افغان به خارج زندگی میکنن، گفتن برین به دیدن مادر جان. برای شما 4500 افغانی پول نقدم روان کردن، اینا ما میدیم برای شما. خوبه، خیلی شکر. اول زودی به کسی خو کدم که با میشه پشیمون شیم ما، نه؟ پشیمون نمیشیم نگه، چیزی که بزنی باشه میریم نگه. خوب، ایتا لبخند زدین پولار گرفتین؟ نه. اول کمی اعصاب شما خراب بود و پولار بدادم که من که بخندیدین، نه؟ خب چرا با پول خیلی خوش دارین؟ طوری که من اطلاع دارم و از نحوه صحبت مادر جانم متوجه شدم، البته قبل از شروع برنامه برای ما گفتن مادر جان کمی مشکل روحی روانی هم دارن، دچار بیماری روحی روانی هستن و حتی یکی از همسایه از اینو که در همسایگی زندگی میکنن گفتن اصلا مصاحبه ای نداشته باشین با مادر جان که احتمالا ندن مصاحبه. گفتین خوبه ولی مصاحبه میکنین، پناه بر خدا ببینین که چی میشه. ولی الحمدلله خوب صحبت کردن، سوالام رو هم همون تو صادقانه جواب دادن، مخصوصا زمانی که گفتم پول زیاد دوست دارین یا پیرمرد خور، گفتن که پوله. به هر حال این پولار دیگه باز چه کار میکنین مادر جان؟ اینو رو قایم میکنم، خرج میکنم. خرج میکنم؟ خرج میکنم؟ خرج میکنم؟ خرج میکنم؟ چی میخره مثلا؟ رخت داره خوبی بوده، هر چی که مستو باشم. رخت هم خوش داریم؟ چی رنگ خوش داریم؟ هر رقم، مخمل باشه. خب کشی باشه. کشی؟ این تکا عربی اینو چی رقم؟ زمین هر کنم. جاله عربی نمیخره؟ وای میپوشیم از اینا؟ خب نام خدا دل شاد دارن مادر جان، خدا من اینا رو حفظ کنه. دعا بکنین مادر جان، ما دیگه از حضور شما مرخص میشه میره. اجازه اجازه به شما.
ها انشالله میریم ما دیگه به خیر خوشی. و ممنون دوستان عزیز که تا این دم همراه ما بودین. البته مادر جانین برای شما گوشت تازه هم بیاوردین، نان هم بیاوردین، میوه هم بیاوردین، جلیبی و هر چیزی آوردین برای شما. دیگه اینا رو باز یک کم میخورین یا پیرمرد هم میدین؟ میخوریم که نمیخوریم، پیرمرد هم میخوره. میدیم دست آراسا بار میکنه ماما میده بخور. خب نکنم میدیم دست آراسا بار میکنه ماما میده دست کن. آه صحیح، خیلی خوب. یک دک بخاری نداریم ما. ندارین؟ خب از این پولا بریم از رخت کده خوبه. خب یک دک بخاری بخاریم اگر بخور بستونیم. آها یک دک بخاری بستونیم، رخت نستونیم. یک بخاری. آه انشالله. و تشکر از اینکه با ما همراه بودین دوستان عزیز. این بود برنامه امروزی که تقدیم حضور شما شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.